های صبحتون بخیر. امروز من ساعت 9:30 بیدار شدم. چرا دروغ بگم؟ چون من یه مدت خیلی خوب این بیدار شدن رو خوب منیج کرده بودم، اما بعضی مدت دستم در رفت. حالا دارم سعی میکنم برش گردونم. حالا آروم آروم، قرار بود قبل از 9 بیدار شم، اما نمیخوام دروغ بگم و اشکالی نداره همون که 9:30 من بیدار شدم، چون خونه خودمونم نبودم. با اینکه خونه یه کس دیگه بودم و تا دیر وقتش بیدار بودم، ولی بازم زود بیدار شدم و برگشتم که اوکی کنم همه چیزو. خوبه. دیروز من رفتم بندر عباس مال بوکلند. رفتم بوکلند، اینقدر اینجا به من خوش گذشت که واقعا دوستشم همه چیزو بخرم، اما خب این کارو نکردم. دو تا چیز خریدم الان بهتون نشون میدم. آها، این رمانا یه مجموعه کتاب ژاپنیه و خیلی مرموز، این دسته 4 تا، من دو تاش خریدم، چون که مثلا 1, 2, 3, 4 داره، سومیو نداشت، چهارمیو داشت. گفتم حالا فعلا این دو تا رو بخونم تا اون سومیو گیر میارم، بعد چهارمیو بخرم. بعد یه سری چیز دیگه هم خریدم. قشنگ مشخصه چه ژانری علاقه دارم. یه پرونده است، بعد اینا پرونده های مثلا به حلشون کنی، خیلی داشت. پرونده قتل داشت، پرونده گروگانگیری داشت. مثلا من مال شرلوک هومزشو خریدم، گفتش که این پرونده واقعی خود شرلوک هومزه، اون خانمی که اونجا کار میکرد. گفت اینا خیلی پرفروشن. گفتم حالا امتحان کنم، اول اینا اگه خیلی حال کردم دوباره میرم میخرم حل میکنم. اینا مثلا یه تایم میدارن، نوشته 1 تا 8 نفره بالای 14 سال 90 دقیقه به حلش کنید. میخوام بهتون بگم که مثلا برنامه‌ریزی میکنم. اول اینکه من خیلی آدمیم که باید جلو چشم باشه، یادآوری بهم بشه، اینجوری هم که باید بگن دز دز. بعد واسه همین یه کار مفیدی که واقعا کردم که تخت وایبورد گرفتم که همه کارامو روش هر روز قبلش مینویسم و وقتی از خواب بیدار میشم این جلو چشم دیگه، اگه حواسم نباشه رد میشم، مثلا به اون کاری که دارم ازش درمیرم نگاه میکنم، ناخودآگاه به سمتش کشیده میشم. حالا واسه شما تخت وایبورد نیست، میتونید کاغذ بذارید، نمیدونم، خیلی روش های مختلفی هست، اما کلا من خیلی با برنامه ریزی کار میکنم. یعنی نه اینکه منظورم که خیلی رو برنامه‌ام، نه، خودم با برنامه ریزی نجات میدم. مثلا یه دفتر دارم، اینو من از ماه دفتری دیگه هم داشتم، الان بهتون نشون بدم. این دفتر برنامه‌ریزی که داشتم این بود. خب این مال خیلی سال پیشه، خیلی خوب بود، فضای کافیش و اینا، ولی خیلی بزرگ بود و مثلا من خواستم یه جایی و اینا، دیگه نمی‌بردم اینو با خودم. مثلا همین حالا تجربه حساب که دفترچه، بعد اینجا مثلا ماه نگار کشیده بودم، ولی خط کشید شده و تمیز، روز نگارم بود و خیلی اینم واقعا خیلی باهاش کار کردم. من که دارم فکر میکنم آخه روش مثلا کار مختلف میکردم، کلا مغزمو من با دفتر خودکار خیلی میتونم خالی کنم. بعد دیگه رو آوردم به این، یعنی با این خیلی راحت تر کار کردم. میام یه سری چیزای کلی مثلا روزنگار رو با دفتر من دیگه انجام نمیدم، روزنگار رو تخته مینویسم. میام هفته نگار مشخص میکنم، مثلا رایی که توی یه ماه دوستم انجام بدم و مینویسم توی دفتر، بعد اونا رو کم کم وارد روتین میکنم روی تخته. و کارهای دیگه مثلا این سه برنامه ریزیه که کلیا صبحمو چجوری منیج کنم، الان یکی هدفم مثلا چجوری غذا بخورم، اینا رو همه این شکلی برنامه ریزی میکنم. یه راجع برنامه ریزی کلا خیلی مبحث مفصلیه، من خیلی باید طولانی صحبت کنم. میخوام یه سری ادیت انجام بدم با گوشیم، بعد از اون زبان میخونم، دیگه در ادامه بهتون میگم. ارزشمون گروهیه، بعد من همیشه دیر میرسم، یعنی به وارم اپ نمیرسم متاسفانه، همیشه دیر از خونه میام. ساعت 5 شروع میشه، بعد الان 4:58 دقیقه است. خیلی خجستم. شروع کردم
که یه به اصطلاح ردیاب درست کنم که این 21 روز رو رو دیوارم بتونم تیک بزنم. ما هنوز درگیر حل کردن این ما؟ چیز من هیچ کاری انجام ندادم. من اگه دقت کردم خودکاری ما. من هیچ کاری انجام ندادم. بعد روی این بازی نوشته 90 دقیقه وقت داری. 90 دقیقه 4 ساعت داریم روی این کار، 5 ساعت 4 ساعت مثلا یک نفر رو نیم دارن انجام میدن. یک نفر رو نیم؟ من فقط 4 تا خطیه جونم. خب من تقریبا همه کارهایی که تو چالش بود رو انجام دادم، اما فکر میکنم که اینکه مثلا هم کتاب خوندن رو گذاشتم تو برنامه، هم زبان خوندن یه خورده سنگینه برام، چون مثلا من خب کارهای دیگه هم میکنم در روز، فقط اینا نیست. ادیت ولاگ روز قبلم دارم، یکی از هدفام دیگه این ولاگ گذاشتن هر روزه، چون که میخوام مثلا یه خورده پیشرفت کنم، که هدفم تو این چالش همینه. یه زمانی هم برای اون برخیر سپری میشه، حداقل زبان رو یه روز درمیون کنم. حالا نمیدونم که تغییرش بدم میشه، عادت میکنم همه یه هدف رو هی تغییر میدم یا نه. همین دیگه، تا فردا.